با تلاش خودش به صد برسه. من جادو جنبل نمی کنم واسط، یک دو سه بفرما موفق شدی، نه، باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی. بدون تلاش، بدون زحمت هیچ کس موفق نمیشه. تو تلاش رو انجام بده، زحمت و تلاش و خواستن هدف تو، برنامه داشتن برای آیندت با تو، منم کمکت میکنم، بهت انگیزه میدم، برات برنامه ریزی میکنم، تو هدف گذاری کمکت میکنم، قبولیت دیگه با من خیالت راحت میشه. حالا بچه ها تونستید؟ بچه ها بیاد بهم بگید تونستید از یه آدمی که ازش خوشتون نمیاد 5 تا نکته مثبت بگید. باریکلا باریکلا باریکلا، همینو میخواستم. مرسی مرسی مرسی. هله باریکلا، دمتون گرم، دمتون. میگه بیشتر از 5 تا شد حتی. باریکلا باریکلا باریکلا، حتی یه دونه نم ندیدم. باریکلا 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 باریکلا. خب یه نفر مثلا میگه ندیدم که گفت اصلا کسی نیست که ازش متنفر باشم که بخوام این کار کنم، حالا بعدا بهت میگم چیکار کنم. باریکلا، همینو میخواستم. دمتون گرم دمتون گرم دمتون گرم. الان همه تغییرات کنکور رو توضیح میدم، خیلی دیدم تغییرات پرسیده، حواسم هست، دیدید دیگه، یکی از برنامه هم اصلا تغییراته. اینا رسیدیم به تغییرات، بریم تغییرات 1402. بچه ها دکتر بروسی اشنایدر، یه روانشناس ژاپنی، یکی از قولای روانشناسی، یه تئوری داره به اسم تئوری 7 سطح آگاهی. چه ربطی داره؟ میگه آدمای موفق، آدمای لول بالا، آدمایی که سطح آگاهی بالایی دارن، سطح انرژی مثبت‌تری هستن نسبت به بقیه. سطح 1 و 2 میگه منفیه، کاتابولیکه. سطح 3 4 5 6 7 آنابولیک و مثبته. حالا بعداً یه کارگاه دربارش بهتون توضیح میدم، میگه بمب واقعا میتونه زندگی یه آدم عوض کنه. میگه آدمای موفق آدمایی هستن که حتی از مشکلاتشون هم فرصت میسازن. یه آدمای که خیلی خیلی موفقن مشکلات رو فرصت میبینن. بچه‌ها 1402 ببین، من خودم براتون استیکر گریه و غم گذاشتم. میومدم اینجوری کردم. حالا اون رفقایی که میان میگن آقا من از روز اول گفته بودم اینجوری میشه، آره من خودمم فکر کنم نزدیک یه سال خورده پیش اومدم یه پست گذاشتم، توضیح دادم، گفتم تصویب شده، اجرا میشه، ولی خب دیگه خود سنجش هم نمیدونست، میومد یه روز میگفت آقا معلوم نیست، شاید بشه شاید نشه، تا فلان روز اعلام میکنیم، مجلس میگفت نه نمیشه، شورا میگفت آره میشه، از این طرف سنجش اطلاعیه میزد نه نمیشه، انقدر آره میشه نه نمیشه، آره کنسل، رفت واسه 1403 1404. ایشکی دقیق نمیدونست چه اتفاقی میخواد بیفته. حقیقتا نمیخوام ادعا کنم که من گفتم، درسته مثلا حتی استوری گذاشتم یه سال پیش، من پست گذاشتم، اون موقع البته گفته بودن تاثیر معدل 60% قطعی، اون موقع یه سال پیش من توضیح دادم 60% قطعی چیه، چه جوریه، چه در واقع تاثیر میتونه رو کار شما داشته باشه. اما کاری به این ندارم که کی خوبه کی بده، کی درست میگه کی اشتباه میگه. 1402 به هر حال دیگه قطعی. بچه‌ها ببینید، یه زمانی بود تصویب شده بود، ابلاغ نشده بود، اون موقع این قابلیت تغییر داشت. تا وقتی که چون 1400 آقای روحانی رئیس جمهور سابق تصویبش کرده بود ولی ابلاغ نشد که اجرایی بشه، اوکی، دوبار اصلاحیه خورد تو این مدت، تا 17 خرداد دومین اصلاحیه رو خورد، چند روز پیش آخرین تغییرات و آخرین اصلاحیه رو خورد و ابلاغ شد. حالا که ابلاغ شده دیگه بچه رد خور نداره، یعنی منتظر این نباشید چند روز دیگه بیان بگن حالا دوباره. ببین من الان یعنی فکر میکنم دیگه باید مطمئن باشید دیگه جلوی این همه این لشکر وایستادم، بعدن هم این ویدیو ضبط میشه توی آپارات دوباره میذارن، تو خود پنل کلاسینو میذارن این ویدیو رو و بعدن هم هست. بچه وقتی الان دارم بهتون اینو میگم مطمئن باشید که من قطعی دیگه از این مطمئنم، شک نکنید، این ابلاغ شده و قطعا اجرا میشه و قطعا عمومی ها به صورت تشریحی امتحان نهایی فقط و اختصاصی ها، بچه ها اینجا رو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید، اختصاصی ها هم امتحان نهایی مهمه، یعنی اون 40% فقط عمومی نیستا، حواست باشه، اون 40% هم عمومیه هم اختصاصیه، خب، و آزمونتون آزمون